آقا فرد عقد نکاح اکراهی و اضطراری اصلا یعنی چی و عقد نکاح در واقع عقد نکاح تحت فشار و اجبار خانواده هم از مصادیق عقد نکاح اجباری و اضطراری میشه و قوانین چه قوانینی شاملش میشه ببینید ما قبل از اینکه بخوام راجع به عقد نکاح اکراهی صحبت بکنیم اول ببینیم اکراه چیه اکراه یعنی تهدید کردن یعنی اینکه فرض کن یک نفر رو به واسطه جونش، مالش، ناموسش، خودش یا خانوادهش رو تهدید بکنن این میشه اکراه نکاح اکراهی یعنی یک نفر رو به خاطر اون نکاح تهدیدش بکنن اصلا بزن بالا سرش بگن حتما بعد ازدواج کنی یا مثلا بچهش رو گروگان بگیرن یا مثلا عکس ازش داشته باشم میگن ازدواج نکنی آبرو تو میشه نکاح اکراهی نکاح اکراهی باطله چون اراده زن نداره برای ازدواج خب اما درسته که نکای اکراهی باطله اما ازدواج تحت فشار خانواده نکاه اکراهی نیست به خاطر اینکه پدر مادر امکان داره به دختر بگن باید ازدواج بکنی اما جونش رو تهدید نمیکنن حیثیتش رو تهدید نمیکنن اصله بالا سرش نمیذارن بنابراین کسی نمیتونه بگه اگر به زور ازدواج کردم پس نکاه من اکراهیه نکاه استراری هم به همین صورت استرار یعنی اینکه دیگه تهدید از بیرونی عوامل بیرونی از داخل خود شخصه مثلا یک دختری بر اثر فشارهایی که درونی که داره به خاطر اینکه از دست خانواده‌اش فرار بکنه میره ازدواج میکنه و اینکه بزنه بیرون خب نکاه استراری هم به همین صورت یعنی شخص بر اساس مشکلات داخلی خودش میره ازدواج میکنه نکاح استراری صحیح معاملات استرار... استرار... استراری صحیح و با این وجود ازدواج تحت فشار خانواده هم نکاح اضطراری محسوب نمیشه چون مشکلات دختر خودش باعث شده که بخواد ازدواج بکنه حالا ربطی به فشار اگر اگرم فشار خانواده نکاح اسراری محسوب بشه باز نکاح صریح اما صحیح ازش اما اینکه ازدواج تحت فشار خانواده نکاح اکراهی نیست نمیتونه زن طلاق بگیره این که نکاح اصراری نیست نمیتونه طلاقی به این معنا نیستش که دختری که تحت فشار خانوادهش ازدواج کرده به این معنا نیست که نتونه طلاق بگیره دو حل داره یا توافق کنه بشینه شوهرش بشین روبروش بیا آقا جان من تو نمیخواستم منو به زور به تو دادم خب امکان داره مردم معقول باشه بگه باشه و هرچی بره اما قسمت دومش اون موقع دوباره میشه 11 قانون مدنی اسر و حرج یعنی بره به دادگاه بگه بگه که من رو به زور شوهر دادم من اون موقع نمیتونستم سنم کم بوده یا هر مورد دیگه ای نمیتونستم اعتراض بکنم من شوهرم رو نمیخوام و نمیتونم باش زندگی بکنم اونجا اگر ثابت بکنه این موضوع رو اون موقع در واقع بر اساس قایده اصول که میگه که تداوم زوجیت باعث اصول زن بشه میتونه مراجعه کنه به دادگاه و طلاقش رو بگیره اصول عرج یعنی این که در واقع وضعیت زندگی برای زن قابل تحمل نباشه یه نفر به مراجعه کرد سی سالم گذشته بود از ازدواجشون که آقا ببخشید من سر صفرق بله رو من نگفتم بودم پکی گفته که خوهرشوارم و پشت گفته گفتم که خب چند سال ازدواج کردی گفت 30 ساله گفتم الان یاد افتاده گفتش که من ناراحتم دیگه من میخوام طلاق بگیرم گفتم سند ازدواج امضا کردی گفت گو بله گفتم چند تا بچه داری گفت 6 تا بچه دارم گفتم که ببخشید دیگه این میشه فشار خانواده شما 30 سال ازدواج کردی 5 6 تا بچه داری سند ازدواج کردی حالا بیش ثابت کن 30 سال پیش خواهر شوهرت پشت گفته بله بنابراین فشار خانواده از سر فشار خانواده باید ثابت بشه و اگر کسی بر, اثر فشار خانواده ازدواج میکنه باید بعد از ازدواج سریع اقدام طلاق بکنه که دادگاه بفهمه ولی بذار سی سال بعد دیگه این در واقع مشکل میشه طلاقش بنابراین نکاه اکراهی یا نکاه استراری در واقع ازدواج تحت فشار خانواده نکاه اکراهی یا نکاه استراری محسوب نمیشه شما گفتین زمانی میتونن برن دادگاه شکایت بکنن که به سن قانونی رسیده باشن یعنی مثلا اگر زیر 18 سال دختر یا پسر رو به زور ازدواج بدن خانواده باید صبر کنن تا به سن 18 سالگی یعنی قانونی برسن تا بتونن برن شکایت بکنن به دادگاه یا زیر اون سن هم میتونن برن دادگاه شکایت کنن نه دیگه وقتی کسی شرایط ازدواج داشته باشه شرایط طلاق هم داره دیگه یه دختری که قانون متاسفانه میگه که بالای 13 سال ازدواج بکنه وقتی شاهد ازدواج وجود داشته باشید طبیعت ما حق مراجعه به دادگاه و طلاق هم داره